هر هرکزه میره با ناسیسینیس خوش اومدید به دهمین داستان از سری سوم ویدیوهای داستانهای ترکی با شادی توی این ویدیو میریم سراغ یه داستان جدید دیگه پیشنهاد بکنم تا انتهای این داستان هم همراه من باش که قراره توی این ویدیو بپردازیم به مطالب جدید دیگه در قالب داستان هم از نظر ترجمه هم از نظر گرامر که قراره به گرامرهای جدیدی بپردازیم توی این داستان پس این داستان رو اصلا از دست نده اسم این داستان چیه؟ کرمزی تراموای کرمزی تراموای یعنی تراموای قرمز کرمزی که رنگ هست تراموای هم همون تراموا که دارید عکسش رو میبید. ببینید کرمزی تراموای بریم سراغ این داستان خب صفحه اول هفته سنو تعطیلی چین انمله بیرلیکته تیزمی زیارته استانبوله گلدیک میگه چی؟ هفته سنو تعطیلی چین برای تعطیلی آخر هفته ترکیب اسمی نامعین زنجیری هم هست هفته سونو یعنی چی؟ یعنی آخر هفته بعد میگه چی؟ میگه هفته سونو تعطیلی یعنی تعطیلی آخر هفته اینا که میبینید پسوند ملکی هست که در انتها اضافه شده به مضافه ما هفته سونو تعطیلی چین برای تعطیلی آخر هفته انمله بیلیکده یعنی همراه با مادرم انم م پسوند ملکی لم که به معنای با هست انم لی بیلیکته همراه با مامانم تیزمی زیارت استانبوله گلدیک میگه تیزمی زیارته یعنی برای ملاقات خاله ام به استانبول اومدیم برای اینکه خاله ام رو ملاقات کنیم به استانبول اومدیم تیزمی تیزه یعنی خاله تیزم پسمند ملکی ایم پسند مفعولی را تیزمی خاله ام را زیارته زیارت یعنی ملاقات زیارته یعنی به برای میبینی پس این شد به یا برای استانبول گلدیک حالا دوباره اینجا میگه استانبول گلدیک به استانبول آمدیم گلدیک بونه فلم گل از گلمک به من آمدن پسمند گذشته ساده و بعد هم شناسه فردی اضافه شد Cumartesi günü sabah erkenden heyecanla uyandım çünkü teyzemle İstanbul'u gezecektik. Cumartesi günü. Mi be mi ge ruze şanbe. Cumartesi جنو آخر هفته در ترکیه میشه شنبه و یک شنبه جمعه تسی میشه روز شنبه میبینی ترکیب اسمی نامعینه فقط اینجا پسمنده مضاف اضافه شد جمعه تسی گنو یعنی روز شنبه صبح ارکندن یعنی صبح زود صبح صبح ارکندن یعنی زود صبح ارکندن یعنی صبح زود هیجان لا با هیجان این لا به معنی با من اینا رو براتون اینجوری حالات میکنم فکر بهتر بشه هیجان لا با هیجان اویندم بیدار شدم اویان از اویان مک پسوند گذشته ساده و بعد هم شناسه فردی به بن فعل شد اویندم بیدار شدم چونکه چونکه تیزم ل پسوند ملکی ل هم به معنی با میگه تیزم ل با خالم استانبولو استانبول رو گزجکتیک این یه فعل جدیده البته توی این سری سوم داستان که داریم این داستان ها رو میخونیم این فل جدیده که اینجا دارم بهتون میگم توی کتاب هیتیت کامل این فل رو بهتون آموزش دادم این فل آینده در گذشته ساده هستش چرا؟ گز بونه فلمه از گزمک به معنی گشتن گردش کردن بعد پسفند فعل آینده اضافه شد اجک بعد از اون پسفند گذشته ساده اضافه شد و بعد همچی اضافه شد شناسه فردی اینجا این فعل آینده هم اینم هم گذشته ساده است که این میشه فعل آینده در گذشته ساده به چه معنا یعنی یه کاری که قرار بوده در گذشته انجام بشه که اینجا میگه چی میگه روز شنبه سابا کندن یعنی صبح خیلی زود صبح زود هیجان لا با هیجان اویاندم بیدار شدم چون چونکه چون با خاله هم استانبولو استانبول را گذرهacaktیک قرار بود که بگردیم پس حواستون باشه وقتی پسوند فعل آینده و گذشته ساده با هم اومد که آینده در گذشته ساده شد به این شکل معنی میکنید قرار بود یعنی یه کاری قرار بوده در گذشته انجام بشه آینده در گذشته میگه قرار بود که بگردیم این فعل رو توی پکیج متوسط دست کرده یک کامل بهتون درس دادم درست. که بهتون پیشنهاد بگم اگر نیاز به مرور دارید درس هفت از کتاب هیتیت یک رو بار دیگه مرور کنید هفته سونو تعطیلی چین ان نمله بیلیکته تیزمی زیارت استانبوله گردید جمعیت سی گونو سابا هرکندن هیجانلا ویاندم چونکو تیزمله استانبوله گذه جکتیک صفحه بعدی ص یک کنج بازه gittiیک، صباح صبح، یک کنج اول از همه، ای کنج اول از همه. باا. گیتیک به باز رفتیم میبینید اینجا چی داره نشون میده با حرف بزرگ نوشته شده آپوستروف هم اینجا گرفته نشون میده که اسم خاص هست اسم مکان هست بوازا میگه به باز گیتیک رفتیم گیت از گیتمک فعل گیتمک یعنی رفتن پسوند گذشته ساده و بعد هم شناسه فردی اضافه شد رفتیم واپورا بیندیک واپور یعنی کشتی واپورا بکشتی به مسافربری واپور گفته میشه واپورا بیندیک به واپور سب شدیم بین از بین متر سوار شدن پسوند گذشته ساده دی و بعد هم شناسه فردی انچوک چوک مارتلری ای سودیم انچوک یعنی بیشتر از همه انچوک یعنی بیشتر, بیشتر از همه این پسوند که اضافه شده ان این پیشوند صفت عالیه انچوک یعنی بیشترین بیشتر از همه

سفدیم دوست داشتم میگه بیشتر از همه تماشا کردن مرغان دریایی رو دوست داشتم سف از سف میک. بعد از اون پسوند گذشته ساده اومد و بعد هم شناسه فردی. سباه ایل کنجه بوازه و واپورا بیندیک این مارتلری مرتلاری ازلمهی سونرا سون را مصر چرشسنه گزدیک سون بعد مصر چرشه مصر یعنی همون مصر چرشه بازار پسند ملکی اضافه شده ترکیب نامو نامعینه میخوایم بگیم بازار مصر بازار عدویه در استانبول اسمش بازار مصر هست یا مصر چرشه هست میگه سن را مصر چرشه حالشون حال شما به پسند ملکی خط شده بود میخواستیم پسوند حالت رو اضافه کنیم نه یه میانجی رو قرار داد و بعد پسند مفعولی اومد به معنی را سن را مصر چرشه سه نگزدیک. میگه بعد بازار مصر یا بازار ادویه رو, رو گشتیم گز از گزمک فعل گذشته ساده هستش پسوند گذشته ساده اضافه شد و کم که شناسه فردی یزدیک گشتیم بهاراتلری کوکلارکن سورکلی هاپشردم بهاراتلری یعنی ادویه ها را باهارات یعنی ادویه بهاراتلار ادویه ها و او هم که به معنای راه است بهاراتلر. کوکلارکن یعنی وقتی که بو کردن کوکلارکن بونه فلم کوکلا هست از کوکلامک به معنی بو کردن خب اینو ببین بعد از اون پسوند فعل زمان گسترده اضافه شده ر و بعد هم پسوند کن اضافه شده که این به معنی وقتی که هستش میگه که وقتی بومی کردم سورکلی هاپشردم وقتی که بومی کردم مدام عطسه می کردم سرکلی یعنی مدام هابشیر از هابشیر ما که به معنی عطسه کردن پسوند گذشته ساده و بعد هم شناسه فردی اضافه شد یعنی چی میگه ادویه ها رو وقتی که بو می کردم مدام عدسه کردم چرا من دارم به این شکل اینجا رو معنی می کنم یعنی کوکلارکن گفتم وقتی که بو می کردم یکی این که ما زبان گسترده رو داریم و فعل اصلی جمله هم گذشته ساده است به خاطر همین گفتم وقتی که بو می کردم مدام عطسه کردم رنگارنگ لکونلار یدیم رنگارنگ چون کلمه خارجی هست از زبان فارسی وارد شده وارد زبان ترکی استانبولی شده به خاطر همین این آ کلاه داره یعنی باید کشیده در تلفظ کنید میگیم رنگارنگ یعنی رنگارنگ لوکوملار لکوملار که همون راحت الحلقوم میشه میگه راحت الحلقوم های رنگارنگ یدیم خوردم یه دیم یه از یه مک پس گذشته ساده و بعد هم شناسه فردی اضافه شد. یه دیم خوردم. سنرا مصر چرش سنی گزدیک بحارتلر کوکلرکن سیرکلی هبشردم. وقتی که عدویه ها رو بومی کردم مدام عدسه می کردم. رنگارنگ لوکوملر یه صفحه بعدی. میدانه ایندیمیزده بالونجو آمجایی گöردوک میدانه ایندیمیزده خب نگاه کن اینجا رو میدانا یعنی به میدان میدانا این پسبنده به معنای به به میدان ایندیمیزده این رو نگاه کن چقدر پسوند بهش اضافه شده این بونه فعلم این هست از این مک پیاده شدن پایین اومدن سرازیر شدن در واقع ما یه مسیر که به سمت پایین میریم از این فعلم براش استفاده میکنیم دیگه میگه به سمت میدون که میرفتیم وقتی که به سمت میدون میرفتیم این دی میز دی رو ببینید دی و پسوند مفعولیه که اینجا اضافه شده دی و بعد چی اضافه شد پسوند ملکی میز و بعد هم د اومد این دیمیز د یعنی چی؟ یعنی وقتی که به سمت میدون رفتیم پایین رفتیم به سمت میدون این به معنی وقتی که هستش پسوند مفعولی پسوند ملکی د اضافه شد که کل این وقتی به بونفل اضافه میشه میگه وقتی که به سمت میدون میرفتیم بالونجو امجایی یعنی امو بادکنک فروش را بالون یعنی بادکنک بالونجو این پسوند چغل سازه حواستون باشه بالونجو یعنی بادکنک فروش امجا امو بالونجو امجایی یعنی امو بادکنک فروش را یه میانجی و اون هم که پسوند مفعولی به معنی را امو بادکنک فروش را گردک دیدیم گر از گرمک به معنی دیدن پسوند گذشته ساده و بعد هم شناسه فردی اضافه شد تیزم بنا یکی تانه بالون تیزم خاله ام بانا برای من یکی تنه دو عدد دو دانه بالون آلدی تنه همون دانه هست دیگه که میگیم دو عدد بالون آلدی دو تا بادکنک خرید گرفت آل از آلماک بانه گرفتن و خریدن پسند گذشته ساده اضافه شد کچم کچمسنلر دیه ایپلرینی بیلیم بالدی کچمسنلر دیه یعنی به خاطر اینکه فرار نکنن عدس نرن بادکنک ها رو داره میگه یعنی هوا نرن ایپلرینی نخهاشون رو بیلیمه به مدچم بالدبست کچ مسنلردیه کاچ بونه فعل از کچمک معنی فرار کردن خوب بعد از اون پسمند منفی اضافه شد و بعد هم سن حواست باشه این فعل امریه برای سوم شخص مفرد کاچ به اضافه پسمند ما شد به اضافه پسمند سن این فعل امریه برای سوم شخص که بعد در ادامه میگه چی میگه کچ دیه یعنی جمع هستش پس من اینجا میزم سوم شخص جمع کچمسنلار دیه این دیه وقتی که استفاده میشه در واقع داره میگه برای اینکه فرار نکنن و دستم نرن ایپلرینی ایپ نخ ایپلری این پسوند ملکی حواست باشه نخشون یا نخاشون و بعد نه میانجی اومد و بعد ای اومد به معنای را میگه نخاشون را بیلیمه بیلک یعنی مچ خب اینا حواست باشه من این پایین برات می نویسم بیلک یعنی مچ بیلیم به اضافه پسوند ملکی شده که خط خورده بعدش حرف صدادار اومده تبدیل به یوموشاگه شده بیلیم مچ من بعدم پسوند حالت اومد به معنای ب به مچم بیلیمه به مچم بی بالا بس. بونه فیلم بالا از بالا مک هست بعد از اونم پسوند گذشته ساده بهش اضافه شد کچمسن لردیه ایفلرینی بیله ییمه خب بالا از بالا ما که معنی گره زدن بستن همونطور که دارید توی, داری توی تصویر می‌بینید اینجا توی تصویر دارید می‌بینید که خاله خالهش اومد نخه باد کنکا رو به دستش گرفت زد میدانه این دیمیزده بالونجو آمجایی گردید. تیزم بنا ایکی تانه بالون آلدی کچمسنلر دیه ایپلرینی بیلیمه بالادی یورولدک دیل می فوندجم یورولدک دیل می فوندجم دیل می رو میتونید به این شکل تلفظ کنید دیمه دیمه فوندا دیمه میگه خسته شدی مگه نه فوندا جونم اسم دختر بچه فوندا هست این پسوندی که در انتها داره اضافه میشه معنی جونم رو میده توی داستانه قبلی یاد گرفتید بابا جم آن جیم یعنی بابا جونم مامان جونم اینجا هم داره میگه فوندجم یعنی فوندا جونم یورول بن فل از یورول ماک معنی خسته شدن پسوند گذشته ساده اومد و بعد هم شناسه فردی یورول دوک خسته شدیم دیمه مگه نه فونداجم بیر از اتورالم یکم بیا بشینیم اتور بن فلمه از اتور ماک بعد از اون پسوند آلم بهش اضافه شده این فعل التزامی هستش فعل التزامی بهتون گفتم توی کتاب هیتی توی کتاب یه دیکلی بهتون گفتم این فعل برای اول شخص مفرد و اول شخص جمع کاربرد داره که میگه بیا بشینیم در واقع ما فعل امری برای اول شخص مفرد و اول شخص جمع نداریم وقتی میخوایم یه چیزی به خودمون در واقع التزام کنیم میایم از فعل التزامی استفاده میکنیم و به خاطر همین این نوع فقط برای اول شخص مفرد و جمع استفاده میشه بیراز اتورالم بیا یکم بشینیم ددی تیزم گفت خالم تیزه خاله میم که پسفنده ملکی تیزم یورولدک دیمه خونده جم بیراز ددی تیزم جمله داخل کوتیشنه بعد گفت ددی تیزم خالم گفت حالا جمله داخل کوتیشن رو معنی میکنیم بانکلارا اتوردک بیاندن دا گیورجینلره یم اتیوردک بانکلارا حواست باشه کلمه بانک معنی نیمکت میده حواست باشه ببین اینو تو ذهنت باشه بانکا یعنی بانک همون بانک خودمون معنی میده بانک که آتهش نداره معنی نیمکت میده اینو حواست باشه چون معمولا این دوتا رو قاطی میکنن زبان اموزان بانکلارا یعنی به روی نیمکت ها بانکلار نیمکت ها بانکلارا به روی نیمکت ها اتوردوک نشستیم اتور از اتورماک پسوند گذشته ساده و بعد هم شناسه فردی بیاندان دا ایه طرف هم بیر یان طرف دان از از یک طرف هم گیورجین لره گیورجین یعنی کبوتر گیورجین لر کبوترها ا به معنی ب و برای هستش میگه برای کبوترا یم آتیودوک یعنی دونه میریختیم میپاشیدیم یم معنی تعام میده تعام برای حیوانات دونه یم آتیودوک آت از آتماک به معنی انداختن هست ایور پسند فعل حال ساده استمراری بعد پسند گذشته ساده رو دارم و بعد هم شناسه فردی که این میشه استمراری گذشته میگه دونه میریختیم دونه میریختیم برای kabutra. Hem tür ince de inşa derid mi binid tuy tasvir mi ge. ye Yorulduk, Dime mi fondacım? Biraz oturalım dedi teyzem. Banklara oturduk. Bir yandan da güvercinlere yem atıyorduk. İstanbul'u çok sevmiştim. İstanbul'u çok sevmiştim. میگه خیلی استانبول رو دوست داشته بودم خیلی عاشق شده بودم پسوند مفعولی اضافه شده استانبول را چوک خیلی سوون فلمه از سومک به معنی دوست داشتن پسوند مازی نقلی اضافه شد و بعد هم پسوند گذشته اضافه شد سو میش تیم سوون فلمه پسوند میش که نقلی تیم هم پسوند گذشته ساده است که کلی میشه مازی بعید یا همون گذشته دور میشه و بعد هم شناسه فردی اضافه شد میگه چی؟ میگه استانبول رو خیلی دوست داشته بودم تاریخ یلری گزمک چوک کیف لیدی تاریخی یلری یل گزمه چوک کیف لی دی. تاریخی میگه گشتن جاهای تاریخی خیلی لذت بخش بودن اینکه جای تاریخی رو بگردی خیلی لذت بخش بود. تاریخی یلری یل یعنی جاهای تاریخی. ترکیب بسیم نام آیینه تاریخی یلری یل پس فنده مضافه می اضافه شده جاهای تاریخی گزمه گشتن به صورت اسم مستر اینجا اومده میگه گشتن جاهای تاریخی چک کیف لی دی کیف خیلی لذت بخش بود کیفلی یعنی لذت بخش بعد از اون یه میانجی اضافه شد و بعد هم دی اضافه شد که پسونده گذشته ساده است که به اسم هم اضافه میشه میگه خیلی لذت بخش بود استانبولو چک سیف میشتیم تاریخی هلری یزمک چو کیف لیدی اکشم اولمک ازره ایدی اکشم اولمک ازره ایدی میگه کم کم داشت شب میشد اولمک üzere یعنی در حال شدن بود اولمک یعنی شدن üzere بدونید این نوع فعل رو ما تو درس ده از کتاب هیتیت یک تو سطح آدو آموزش دادیم بهتون اولمک üzere یعنی در حال بودن که بعد همینجا یه میان اضافه شد و بعد هم گذاشته ساده که میخواد بگه در حال شب شدن بود یعنی داشت شب میشد در حال شب شدن بود که بهتر معنی می کنیم میگیم داشت شب میشد و دورو یرمه یه باشلدک میگه مستقیم به سمت خونه شروع کردیم به راه رفتن و قدم زدن و یعنی به خانه دورو مستقیم صاف میگه مستقیم درست میگه درست به سمت خونه یرمه یه باشلدک یرومه. به صورت اسم مستر اومده به قدم زدن پیاده رفتن راه رفتن یه میانجی اومد و یه هم اومد به معنی به و بعد هم فعل باشلامک اومد که گفتم بهتون قبلا تو داستانه قبلی خیلی تکرار کردم الان باید یادتون باشه دیگه باشلا از باشلامک حرف اضافهش توی جمله ما تو زبان فارسی میگیم چیزی را شروع کردن در زبان ترکی استانبولی میگن به چیزی شروع کردن به خاطر همین اینجا به اضافه شد براش گفت یورمه باشلدک یعنی شروع کردیم به قدم زدن اکشم اولمک یزره ایدی اوه دورو یورمه باشلدک یولدا یورورکن کرمزی بیر تراموای گؤردوم یلدا یورورکن میگه در مسیر وقتی که داشتم قدم میزدم یه تراموای قرمز رو دیدم دقت کن من چطور اینو منی کردم یول دا یعنی در راه خوب فله اصلی جملهم چیه گؤردوم دییدم گؤردوم دییدم فل گذشتهی سادهاست و شناسه فردی برای اول شخص مفرد اینجا چی داره میگه یورور کن نگاه کن من این بالا برات می نویسم یورو فلم از یورمک به معنی راه رفتن قدم زدن بعد از اون پسوند زمان گسترده اومد فعل زمان گسترده ربش اضافه شد و بعد هم پسوند کن اضافه شد خب من از فعل اصلی جمله زمان رو دیدم که گذشته است اینجا که زمان گسترده اومد پس چی معنی کردم به این شکل گفتم وقتی که راه میرفتم کرمزی بی تراموای یه تراموای قرمز رنگ گردم دیدم یولدا یرورکن کرمزی بی تراموای گردم تیزه بو تراموای ایبیمزه می و دیدیم گفتم جمله داخل کوتیشن نگاه کن دیدیم گفتم جمله داخل کوتیشن حالا میرم سراغ این جمله چی گفتم؟ تیزه خاله بو تراموای این تراموای میزه به خونمون او خانه میز پسفنده ملکیه هم به معنی به به خونمون می این به معنی آیا هست بعد از میزه اومده که مستقیم داره همون مورد سوال قرار میده میگه میزه می آیا به خونمون گیدیو میره گیت بونه فلمه از گیتمک بعد از اون پسفنده فعل حال ساده استمراری اضافه شد تم که طبق قاعده نرم شدن حروف سامه تبدیل به ده شد که اینجا دیدید توی داستانه قبلی هم خیلی گفتم اینو بهتون تیزه بوز شانوای ایوی میگی دیو ددیم اوت اما هم چوک کسا مسافه گیدیو هم چک چوک اما هم چو مسافه گیدیو هم دیه جواب خب میگه اینجوری جواب داد دوباره جمله داخل کوتیشن چون داره نقل میکنه از خالش اینجوری داره نقل میکنه از خالش در ادامه گفت دیه جواب وردی یعنی اینجوری جواب داد دیه جواب وردی و ور از ورمک دادن پس گذشته ساده هم اضافه شد میگه اوت بله اما اما هم تو کسا میبینی اینه نگاه کن اسم کلمات ربط رو میگه هم کسا مسافه هم مسافت خیلی کوتاهی گیدیو میره همده ببین در ادامه میگه همده چوکی آواش همین که خیلی یواشه پس دوتا هم اومد مثلا ما تو زبان فارسی میگیم همین همون کلمه ربط دیگه اینجا به همون شکل همون کاربرد رو داره میگه هم مسافت کوتاهی رو میره هم که خیلی یواشه اینجوری جواب داد اوت اما هم تو کسا مسافه گیدیو هند چوک آواش دیه جواب وردیم Olsun teyzeciğim, hızlı olmak zorunda değil. Lütfen بینیم kırmızı tramvaya dedim. میبینید جمله رو داخل کتشن بعد میگه گفتم میگه اولسون تیزجیم اولسون اینو بدونید یعنی باشه اولسون اولسون یعنی تمام منیه باشه میده اولور منیه باشه میده اولسون هم منیه باشه میده میگه اولسون باشه تیزجیم خاله جونم تیزه به معنی خاله هست تیزه بعد از اون پسونده جیم اضافه شد که شد خالجونم جونم گفت باشه خالجونم جونم حزللمک زوروننده دیل میگه لازم نیست منی سرعت داشتن سریع بودن لازم نیست واجب نیست یعنی تند بری منظور شنو بهش گفت شانوای خیلی آرومه یواشه. گفت حزل یعنی سریع بودن زوروننده دیل یعنی مجبور نیست که تند بره سریع باشه مجبور نیست که سریع باشه زورونایی یعنی جمله رو بیان کرد اینجا و گفت زروندا یعنی در اجبار فلان چیز دیل نیست و من تحت لفظی دارم معنی میکنم دیگه این یعنی مجبور نیست که سری باشه یعنی مجبور نیستیم که حالا اون سری باشه و سری بریم لطفاً بینلیم کرمزی تراموایی میگه لطفاً بینلیم فعل التزامی اینجا اضافه شده میبینی بینلیم بین از بین مک به اضافه پسوند الیم شده که این فعل التزامی هستش میگه لطفاً بینلیم. لطفاً سوارشیم. کرمزی ترامبایی. به ترامبایی قرمز. ترامبا. ترامبا. یه میانجی آم به معنای به. میگه لطفاً سوارشیم به ترامبایی قرمز. بعد در ادامه میگه تیزم گلیم سیرک. تمام ددی. میگه خالم لبخند زنان. گفت باشه. تمام باشه. جمله رو داخل اکوتیشن آورد این عبارت رو. و بعد فعل ددی رو گفت. که اینجا بیان کرد چی میگه گفت باشه تیزم خالم گلوم سیرک اینو نگاه کن گلوم سه بونه فلم از گلوم سه مکفنه لبخند زدن یه میانجی اومد و بعد هم پسمند ارک اومد پسمند ارک یعنی در حالی که در واقع حالت فعل رو نشون میده یعنی در حالی که لبخند میزد یا لبخند زنان یا میتونیم بگیم با لبخند زدن به این شکل میتونیم معنی کنیم وقتی این پسفند رو به بن فعل دیدید توی جمله میگه خالم در حالی که لبخند میزد گفت باشه Olsun teyzeciğim, hızlı olmak zorunda değil. Lütfen binelim kırmızı tramvaya dedim. Teyzem gülümseyerek tamam dedi. Kırmızı tramvaya binmiştik. Kırmızı tramvaya, kırmızı tramvay yani tramvaya kırmızı, tramvaya yani B tramvaya kırmızı renk. بین میشتیک سوار شده بودیم بین از بین مک میش پسفنده نقلی تی پسفنده گذشته ساده کم که شناسه فردی پس این فیلم شد چی؟ شد فل مازی بعید گذشته دور هست میگه به ترامبای قرمز رنگ سوار شده بودیم آر آر رایلاره نیزرینده گیدیو دوک آر آر آر, آر به تنهایی یعنی سنگین آر آر این کلمه یعنی یواش یواش آهسته آهسته به سنگینی پس میگیم اما معنی یواش یواش رو میده که سنگینه و یواش یواش داره حرکت میکنه میگه یواش یواش ریلاری نیزرینده یعنی به روی ریل ریلار یعنی ریل و بعد هم اینجا پسوند مضافون لحی اضافه شده یوزری اینم هم پسوند مضاف من هست نه میانجیو دارم و بعد هم دی رو دارم که پسوند حالته میگه در روی ریل یواش یواش گیدی دوک می رفتیم گیت از گیت مکمانی رفتن پسفند حال ساده استمراری اینجا اضافه شد و بعد هم اینجا پسفند گذشته ساده و بعد شناسه فردی که این فعلا فعل استمراری گذشته هستش میگه چی؟ میگه آر آر رایلرین نیزرینده آروم آروم یواش یواش در روی ریل ها می رفتیم کرمزی ترامویه بین میشتیک آر آر رایلرین Teyzemin dediği gibi tramvay çok yavaştı. Teyzemin دیگی بی میگه مثل اون چیزی که خالم گفت تراموای خیلی یواش بود تیزمین تیزم که یعنی خاله هم تیزمین پسفند مضافون لیه که بعد اینجا میگه ددیگی که در واقع داره اینجوری میگه میگه مثل اون چیزی که خالم گفت دبون فلمه از دمک معنی گفتن بعد هم پسفند دیک بهش اضافه شد و بعد هم پسفند مضاف اضافه شد که شد ددیگی تیزمین ددی یعنی اون چیزی که خالم گفت گیبی یعنی مثل اون چیزی که خالم گفت تراموای چوک یواش دو تراموای خیلی یواش بود پیزمین ددی گیبی تراموای چوک یواش تو ای کی بین میشی تراموای فوند جم ای کی بین میشی تراموای فوند جم ازون زماندر بین ممیشتیم ازلمیشیم ددی پیزم جمله داخل, داخل کوتیشن دقت کن بهم داخل کوتیشن به انتهای جمله نگاه میکنیم میگه ددی تیزم گفت خاله ام حالا چی گفت خالش میریم سراغ جمله داخل کوتیشن میگه ای که بین میشیز میگه چه خوب که سوار شدیم اینو بلد باشید این عبارت رو عبارت پرکاربردیه وقتی میخواد به کسی بگه تولدت مبارک بهش میگه ای که دو چه خوب که به دنیا اومدی حالا میگه ای که بین میشیز مثلا میخواد بگید به یکی چه خوب که اومدی میگه ای که گلدین چه خوب که اومدی حالا اینجا داره میگه ای که بین میشیز. چه خوب که سوار شده ایم مازی نقلی بین از بین مک به معنی سوار شدن پسوند مازی نقلی اومد و بعد هم شناسه فردی این فعل فعل مازی نقلی هستش میگه چه خوب که سوار شده ایم تراموایا به تراموای به تراموای و بعد میگه فونداجم فونداجونم ازون زماندر یعنی مدت زمان طولانی هست که بین نمیشتیم سوار نشده بودم بین میشتیم میبینی پسفنده رو بونه فلم بین از بین مک سوار شدن پسفنده منفی اومد پسفنده مازی نقلی اومد پسفنده گذشته ساده و بعد شناسه فردی اومد میبینی چقدر طولانی شد پس این شد فعل مازی بعید و منفی هم هستش دیگه میگیم سوار نشده بودم اوزون زمان دیر. این هم یه نکته دیگه اینو توی هم کتاب هیتیت هم کتاب یه دیکلیم و هم کتاب ینی استانبول این نکته رو کامل بهتون آموزش دادم اوزون زمان در این پسمند در وقتی به قید زمان اضافه میشه در واقع میخواد مدت زمان رو مشخص کنه توی ترجمه دقت کردید من چجوری معنی کردم گفتم مدت زمان طولانی است که از زمان دیر، مدت زمان رو دارم مشخص میکنم مدت زمان طولانیه که بین نمیشتیم سوار نشده بودم ازل میشیم ازل میشیم یعنی دلتنگ شده بودم ازل بونه از ازلمه که معنی شدن پسوند ماضی نقلی و بعد هم شناسه فردی اومد اینم فعل مازی نقلی هستش میگه ای که بین میشیز ترامویا جیم جمع از اون زمان در بین نمیشتیم آره، تیزه جیم تینگر منگر گی دیوژوز دیه جواب وردیم. آره، تیزه جیم ببین جمله داخل کوتیشن رو اینو نگاه کن بعد در آخر میگه دیه جواب وردیم. یعنی اینجوری جواب دادم حالا چطوری جواب دادم میریم سراغ جمله داخل کوتیشن. اوت تیزه جیم آره خاله جونم. تنگر منگر تنگر منگر یعنی مکلمه تینگر منگر یعنی با صدای تق و میگه با صدای تق و تق و کنان گیدی و روز میرویم تق و کنان میرویم گیدی و روز حال ساده استمراری گیت از گیت مکمت پس من حال ساده استمراری با وقتم شناسه فردی اضافه رو دم که بهتون گفتم چطور تبدیل به ده شده از ته تبدیل به ده شده خب پس تینگر منگر یعنی با صدای تق و میگه آره خاله جونم با صدای تق داریم میریم دیه جواب وردیم اینجوری جواب دادم اوه تیزه جیم تنگر منگر ویدیو روز دیه جواب فردیم بعد در ادامه میگه ارتسیگون اویمیزه دونمه هیزره انملی بیلکتیه حضرلانمه باشلدک ارتسیگون میگه روز بعدی ارتسیگون روز بعد اویمیزه به خونمون اویمیزه یعنی به خونمون اویمیز خانه ما ای هم که معنی به بخونمون دنمک اوزره دنمک به صورت اسم مستر اومد دنمک یعنی برگشتن اوزره هم که در ادامه اومد که در واقع به معنای به قصد میده اینو توی درس دوازده از کتاب ایتیده یک کامل بهتون آموزش دادم که میگه به قصد برگشتن گفتیم یوزره چند تا کاربرد و معانی داره که توی صفحات قبلی با یک کاربردش آشنا شدیم اینجا داریم با یه کاربرد دیگه آشنا میشیم در واقع داریم با یه معنی دیگه آشنا میشیم میگه به قصد برگشتن به خونمون انمله بیلیکته همراه با مادرم هزلانمه باشلادیک شروع کردیم به آماده شدن هازلان بونه نفلمه از هازلان مک به معنی آماده شدن به صورت اسم مستر اومد یه میانجی اومد و آ هم اومد چرا آ اومد به خاطر اینکه بعدش فل باشلامک اومد گفتیم فل باشلامک پسوندی که باید برش استفاده بشه آ و ا هست میگه شروع کردیم به آماده شدن باشلا فعل گذشته ساده استانبول و تیزم دان ایریلاجیم چین چوک یزیندم استانبول یعنی از استانبول و تیزمدن و از خاله میگه از استانبول و از خاله ام ایریل جامی چین ایریل بونه از ایریل ماک مانه جدا شدن رفتن خب بعد از اون پسوند آجاک اومده که فعل آینده است پسوند فعل آینده است و بعد هم شناسه فردی اومده بعد ایچین رو آورده که این در واقع کلمه ربطه میگه برای اینکه جدا خواهم شد برای اینکه جدا خواهم شد و خواهم رفت از پیش خاله هم، از استانبول توک زگونیم خیلی ناراحت بودم ئزگون سفته یعنی ناراحت این پسانهدم که به سفت اضافه شده و بعد هم فردی. میگه خیلی ناراحت شدم به خاطر اینکه از خالم و از استانبول جدا خواهم شد و خواهم رفت. ارتسیگیون عی میزه دونمه که زیره ان نملهبل حزیلانمه başladı. ایانبولدان و تیزمدن ایریل جا چین توک ئزگونم. تیزم یانما گلدی تیزم خاله ام به پیشم آمد یان یعنی پیش جان یانم پسوند ملکی آب به معنی ب. به ینما به پیشم گلدی گل از گلمک دیم گذشته ساده آمد باشم اوک شده باش سر باشم پسوند ملکی سرم ام که به معنی پسوند مفعولی از را باشم سرم را اوک شده نوازش کرد اوک شد اوک نوازش کردن پسوند گذشته ساده اضافه شد ینه جمله داخل کوتیشن دیدی رو داره میگه میگه چی میگه دوباره خواهی آمد یینه گلجکسین دوباره خواهی آمد, دوباره خواهی آمد. مراکت مه. نگران نباش فوند جیم نگران نباش فوند جونم ددی گفت پس میگیم گفت چی گفت جمله داخل کوتیشن که بهش گفت دوباره خواهی اومد فوندا جونم نگران نباش تیزه میانم گلدی بشم اکشده یه نگی لجکسین مراکت مفوندا جم دیدی سونرا کچک بی کتویو بانا دورو ازدتی سونرا بعد کوچک بی کتویو بعد یه قوطی کوچیک رو بنا دورو اوزاد یعنی مستقیم به سمت من کراس کرد سونرا بعد کوچیک بی کوتویو کوتو یعنی جعبه پسوند میانجی اومدیه و او هم که پسوند مفعولیه به من را میگه یه جعبه کوچیک رو بنا دورو یعنی مستقیم درست به سمت من اوزات یعنی مستقیم به سمت من درست به سمت من دراز کرد اوزات از اوزات مایک معنی دراز کردن و بعد هم پسوند گذشته ساده اضافه شد ت اوزات یعنی دراز کرد اوزات از اوزات معنی دراز کردن میده معنی چیزی رو به کسی دادن هم میده که اینجا در واقع میخواد بگه بعد جعبه کوچیک رو درست به سمت من دراز کرد و به هم داد در واقع اوزاتی چیزی وقتی ما مثلا سر سفره سر میز نمکتون رو میخواد به کسی بدید در واقع از همین فعل استفاده میشه دیگه بنا اوزاتر مثلا آیا به هم میدی آیا به سمت من دراز میکنی به من بدی پس این فعل اوزات مایک گفتیم معنی دراز کردن میده معنی چیزی رو به کسی دادن هم میده سون را کوچیک بی کوتویو بانا دورو اوزدت. بونه تیز جیم ددیم میگه گفتم جمله داخل کوتیشنه چی گفتم بونه تیز جیم این چیه خاله جونم بونه این چیه تیز جیم این چیه خاله جونم گفتم اچ بکلیم اچینده نه ورمش دیدی اچ بکلیم اچ بکلیم من کن ببینم داخلش نه داخلش چیه ددی گفت پس جمله داخل کوتیشن بود فیل گفت ددی گفت چی گفت حالا جمله داخل کوتیشن معنی میکنم باز کن ببینم آچ باز کن فعل امریه این فعل امریه اینجا از آچماک اومده باز کن با کلم یعنی ببینیم نگاه کنیم باک از باکماک هست به اضافه پسمند آلم شده یعنی نگاه کنیم اول شخص جمعه اما حواستون باشه وقتی که داریم استفاده میکنیم توی مکالمه و به این شکل منظورش همینه که گچ با کلم باز کن ببینم ایچینده داخلش ایچینده ورمش داخلش چیه؟ نه وارمش وار هم که به معنی وجود دارد هست پسوند دا مازی نقلی بهش اضافه شده هیجانلا کوتویو اچتم با هیجان هیجانلا با هیجان کوتویو جعبه را یه میانجی او هم مفعولی اچتم باز کردم آچ از آچمک پسوند گذشته ساده و بعد هم شناسه فردی اضافه شد هیجانلا کوتویو اچتم ایچیندن کوچک کرمزی بی تراموای چکتی ایچیندن از داخلش کوچیک قرمزی بی تراموای چکتی از داخلش یه تراموای قرمز کوچیک اومد بیرون در اومد چکت ظاهر شد چیک از ینی یعنی بیرون اومدن ظاهر شدن در اومدن یه تراموای قرمز رنگ کوچیک از داخلش اومد بیرون ایچی بخوام اینو براتون بازش کنم ایچ داخل ایچی داخلش این نیه میانجی دن هم بزند حالته که ایچین دن یعنی از داخلش Aç bakalım içinde ne varmış dedi. Heyecanla kutuyu açtım. İçinden küçük kırmızı bir tramvay çıktı. Teyzem İstanbul'u özlediğinde bu küçük tramvaya binip buraya geldiğini hayal edebilirsin. Birlikte bütün İstanbul'u gezebiliriz dedi. میگه ببین جمله رو نگاه کن تو رو خدا جمله رو میگه تیزم جمله داخل کوتیشن فعل در آخر اومده ببین من اینا رو هایلایت میکنم ببینی تیزم خاله هم گفت چی گفت جمله داخل کوتیشن حالا معنی میکنم میگم خاله ام گفت استانبولو ازل ده استانبولو یعنی استانبول را زل دینده یعنی وقتی که دلتنگ استانبول شدی بون فیلم هم هست از ازلمک به معنی دلتنگ شدن به اضافه پسفند دینده شده این پسفند در سطوح بالا از زبان ترکی استانبول یاد میگیرید یعنی وقتی که دلتنگ میشی حالا اینجا داره اینجوری میگه دیگه میگه استانبول ازله دینده یعنی وقتی که دلتنگ استانبول میشی بو کوچیک تراموایا به این تراموای کوچیک بو کوچیک تراموایه بینیپ سوار میشی و بینیپ بین از بین مک به اضافه پسوند فعلی شده بینیپ یعنی سوار میشوی و بورایا به اینجا گلدینی اومدنت رو گل از گلمک دی ای بعد اینجا پسند ملکی رو داریم گلدی پسند فعلی اضافه شده دیگه یعنی آمدن یعنی اومدنت گلدی یعنی اومدن گلدین پسوند ملکی اضافه شده یعنی گلدین اومدنت و بعد هم پسوند مفعولی اضافه شد یعنی آمدنت را حیال اده بیلیرسین میتونی تصور کنی پس چی میگه حیال اده بیلیرسین اده بیلیرسین ات بونه فلان بوده از اتمک بعد از اون پسفند ابیل اضافه شده به خاطر همین تبدیل به ده شده اینجا و بعد پسفند زمان گذسترده و بعد هم شناسه فردی حیال ده یعنی میتونی که تصور کنی جمله رو چی گفت؟ گفت وقتی که دلتنگ استانبول میشی میتونی تصور کنی که سوار این تراموای کوچیک میشی و به اینجا میای یعنی اومدنت به اینجا رو میتونی تصور کنی بل تو ایانبولو گزه بیلیریزبلته با همدیگه ویوتین ایانبولو تمام استانبول را گزه بیلیریز میتونیم بگردیم گز از گزم معه گردش کردن ابیل پسند اضافه شد ایر زمان گسترده و بعد هم شناسه فردی من این را هم این پایین براتون می نویسم گز به اضافه پسند ابیل شد که توانستان رو میسازه ایر پسفند فعل زمان گسترده است و بعد هم شناسه فردی اضافه شد میگه گزه میتونیم بگردیم. Teyzem İstanbul'u izlediğinde bu küçük tramvaya binip buraya geldiğini hayal edebilirsin. Birlikte bütün İstanbul'u gezebiliriz dedi. Büyük bir mutlulukla teyzeme sarıldım. Büyük bir mutlulukla. Mige baya hoşhaliye bozord. Baya hoşhaliye ziyadi. بیوید بی مطلو این لا به معنی با هست دیگه تیزمه تیزم خاله هم حواست باشه میگه سرلدم سرل, سرل فل از سرل که به معنی در آغوش گرفتن بغل کردن پس که باید برای این فعل استفاده بشه توی جمله آ و ا هست ما تو زبان فارسی میگیم کسی را چیزی را بغل کردن در زبان ترکی استانبولی میگن به چیزی یا کسی بغل کردن و در آغوش گرفتن به خاطر همین اینجا از استفاده شد گفت خالم رو با یه خوشحالی زیادی بغل کردم. اوت یواش اولسا دا دنیانن این گزل ترامویه ایلا گزه جز تیزه جیم ددیم. اوت بله یواش اولسا دا میگه آروم هم اگه باشه اگه یواش هم باشه یواش اولسا دا این فعل شرطیه اول از اولمک سام پسند فعل شرطیه اگه باشه خب میگه اگه آروم هم باشه دام هم که معنی هم میگه اگه آروم هم باشه دنیانن دنیانن پسند مزافن لی این گزلنی یعنی زیباترین تراموییلا حالا نگاه کن اینجا پسمند اضافه کرده بود ببین دنیانن تراموایی در واقع اینجا داره چی میگه این پسند مضافانه الی بود این ای هم پسند مضاف میگه زیباترین تراموای دنیا بعد هم یه میانجی اومد و بعد هم لا اومد به معنی با میگه اگه آروم هم باشه با زیباترین با قشنگترین تراموای دنیا گز جز خواهیم گشت تیز جیم خالجونم ددیم گفتم میبینیم جمله داخل کوتیشن بود که به این شکل معنی میکنیم دیدیم رو اول معنی میکنیم و بعد میریم سراغ جمله داخل کوتیشن گفتم اگه آرومم باشه با قشنگترین تراموای دنیا خواهیم گشت خاله جونم گز از گزمک اجک بهش اضافه شد و پسوند ایز اضافه شد که شناسه فردی نگاه کن گز این پسوند فعل آینده است بعد هم شناسه فردی اضافه شد چون بعد از حرف که حرف صدادار اومده که خط خورد تبدیل به یوموشاکه شد گز که میگه خواهیم گشت فعل آینده است تیز جیم خالجونم جونم بیک بی متلولوکلار تیز اوید یواش اولسا دا دنیا نن این گزل تیزه جیم دیدیم. خب به پایان این داستان هم رسیدیم امیدوارم مطالب این ویدیو رو هم خیلی خوب یاد گرفته باشید توی این ویدیو هم کلی مطلب جدید یاد گرفتیم کلمه جدید و البته گرامرهای جدیدی رو هم توی این داستان یاد گرفتید مرسی که همراه هم بودید امیدوارم که براتون مفید بوده باشه اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید به همون انرژی میدید کامنت بذارید مرسی مرسی از تک تک کامنتاتون همه رو با عشق میخونم با عشق جواب میدم و اگر نظری دارید حتما توی کامنت ها برامون بنویسید که برای سری بعدی از ویدیوهامون در نظر بگیریم مرسی و لطفا توی کامنت ها برام یه جمله بنویسید من قبلا توی همین داستان توی صفحات قبلی بهتون یاد بدم چه خوب که لطفا توی کامنت ها برام بنویسید چه خوب که این داستان رو یاد گرفتیم چه خوب که یاد گرفتیم این جمله رو توی کامنت ها برام بنویسید چک میکنم مطمئن میشم که خوب یاد گرفتید درست باشه تایید میکنم. اگر نیاز به اصلاح داشته باشم اصلاح میکنم. مرسی مثل همیشه اگر میخوان کانال رو به دوستانتون هم معرفی کنید سابسکرایب کنند خودتون هم زنگوله رو بزنید ویدیوی بعدی رو از دست ندید تیک چیل کلن بیزیم لکلن هوش